بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء وأصحابه عليهم الصلاة والسلام. از بنده می خواهید که چند کلمه ای راجع به سید الشهدا سلام الله علیه به مناسبت ایام عاشورا عرایزی داشته باشه. هر واقعی که در عالم واقع میشه و هر حادثه ای که اتفاق میفته سه جهت بحث داره. یک جهت بحث این است که چرا واقع شد، اسباب وقوع این حادثه چی بوده. جهت دوم این است که این حادثه چگونه واقع شد، خود حادثه از نظر تاریخی چگونه بوده. جهت سوم این است که نتایج این حادثه و آثارش چی بوده. هر حادثه مهمی که اتفاق بیفته طبعا این سه بحث را داره. واقعه کربلا و شهادت سید الشهدا سلام الله علیه که امام رضا سلام الله علیه در اون روایت میفرمایند به این که اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا و از این جور عبارات که دال بر این که خیلی حضرت متاثر بودند برای جدشون سید الشهدا و این واقعی که اتفاق افتاده، و حاکیست از این که ما شیعیان هم باید چنین باشیم. وقتی امام علیه السلام اینطور میفرمایند، و از اون طرف این کلام از حضرت و مطالعه‌ای که می‌کنیم در حادثه در هر سه جهتش، می‌بینیم در تاریخ اسلام بلکه قبل از اسلام مهمترین واقعه است این واقعه. کسی نگوید که در فلان کشور حوادثی که اتفاق افتاده مهمتر است از حوادث کربلا. کسی نگوید فلان حادثه بالخصوص چنین. اینا اشتباهه. حادثه کربلا با توجه به خصوصیاتی که دارد این حادثه، با توجه به اسبابش، با توجه به خود حادثه و چگونگیش، با توجه به آثار این حادثه، این حادثه منحصر به فرده. نمی‌شود مقایسه کرد هیچ حادثه ای را و یا این حادثه را به حوادث دیگر روزگار. اما در جهت اول خلاصه کلام این است که خود سید الشهدا وقتی خواستن حرکت کنن به طرف کربلا میفرمایند به اینکه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی و ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بنده روی کلمه اصلاح میخوام یه مقداری تأمل بکنم، شما هم التفات بفرمایید عرایز بنده را. اساسا اصلاح در کجا استعمال میشه؟ کلمه اصلاح در جایی استعمال می شود که در اونجا فسادی وجود داشته باشه. اگر فسادی وجود نداشته باشه که اونجا صلاح هست و در صلاح هست اون مکان یا اون جامعه، دیگه اصلاح معنا نداره. وقتی می گویند که من می خوام در اینجا اصلاحی بکنم، در این جامعه، در این کشور یا در بین این امت اصلاح می خوام بکنم، لابد فسادی وجود داره. و از اون طرف همیشه برای رفع فساد و تحصیل صلاح بایستی طوری عمل بشود که هدف تحقق پیدا بکنه، وگرنه فساد باقی میمونه. و به عبارت دیگر برای رفع اون فساد متناسب با اون فساد بایستی سرمایه گذاری کرد، بایستی فعالیت کرد، بایستی فکر کرد، بایستی حرکت کرد متناسب با اون فساد. بنده در بعضی از جلسات مثال زدم، گفتم که اگر یک قطره خونی در جایی افتاده باشه، برای تطهیر اون مکان متناسب با اون خون مقدار اون خون باید آب مصرف بشه تا اینکه تطهیر بشود اون مکان و فسادش برطرف بشه. اگر کمتر آب مصرف بکنیم فساد باقی مونده، اگر بیشتر آب مصرف بکنیم اسراف کردیم. قاعده اصلاح اینطوره همیشه. خب
بنابراین در امت پیغمبر اکرم امام علیه السلام میفرمایند که فسادی وجود داشته و من میخواهم اصلاح کنم امت را و در امت اصلاح ایجاد کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم و دقت میکنیم میبینیم که قضیه برمیگرده به بعد از شهادت و یا رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به اعتقاد بنده و نتایجی که بنده رسیدم در مطالعاتم و کارهایی که کردم اینه که طرح این بوده که بعد از پیغمبر اکرم اساسا دین انکار شود و مردم برگردن به زمان جاهلیت خودشون و به همون برنامه های جاهلیت خودشون. برنامه این بوده. شما ببینید وقتی پیغمبر اکرم فرمودن ایتونی به دواتن و قرطاس، اون شخص گفت که حسبنا کتاب الله. این حسبنا کتاب الله یعنی کنار گذاشتن اطرت. حسبنا کتاب الله. اینا شنیده بودن که پیغمبر اکرم مکرر فرمودن اینی تارکون فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی. اینا میدونستن. گفت حسبنا کتاب الله، یعنی به تدریج بایستی فعلا حسبنا کتاب الله. همین کتاب اللهی را که گفت حسبنا کتاب الله، ولید ابن عبد الملک چیکار کرد؟ تیر بارون کرد قرآن را. تا رسید به کجا؟ تا رسید به اون جایی که بنا را بر این گذاشتن که صریحا بگویند لا خبر اونجا ولا وحی نزل. برنامه این بوده، بنا گذاشتن به تدریج پیاده کنن برنامه را. این فساد فسادی است که لا محاله بایستی مثل سید الشهدا برای اصلاحش و برطرف کردن این فساد به شهادت برسن. نه خودشون فقط، اولادشون، برادراشون، اصحابشون و تا برسد به اونجایی که اسارت اهل بیت که کمتر از شهادت نیست. پس ببینید چه فسادی بوده که برای رفع این فساد این همه سرمایه گذاری و چاره ای جز این نبوده. چاره ای جز این نبود. پس چرا واقعه کربلا؟ سوال بحث اول این بود، چرا واقعه کربلا و سبب این واقعه چی بوده و هدف از این واقعه چی بوده؟ این اجمال قضیه است که اگر تفصیل بخواید دوباره بایستی براتون بیش از این بیان بکنم، مطالبی رو بگم. اما این حادثه چگونه واقع شد و از نظر تاریخی چگونه بوده از این حادثه؟ توجه بفرمایید که اولا مثل امروز خبرنگاران اونچنانی وجود نداشتن تا این حادثه را برای ما درست نقل کنند. وسائل امروزه که نبوده. حادثه ای با این عظمت در ظرف چند ساعت واقع شده اصلا قابل این نیست که بخوان تمام خصوصیات و جزئیات این حادثه را برای ما نقل بکنن. و از اون طرف اهل بیت که آزاد نبودن در نقل قضایا، غیر اهل بیت هم که داعی نداشتن بر نقل، بلکه داعی داشتن بر اخفا و کتمان. این است که میخوام عرض بکنم حادثه کربلا را نباید مثل بقیه حوادث تاریخی بریم رسیدگی کنیم بر حسب اصطلاحات علم حدیث و علم رجال تمام جزئیات را تک تک بخواهیم، روایتی را بخواهیم، نقلی را بخواهیم که علمای رجال از هر جهت، علمای حدیث از هر جهت بر حسب اصطلاح تأیید کرده باشند. این چیزی است که لایمکن. ولیکن از اون جایی که خداوند متعال خواسته که این حادثه باقی بماند، بعضی از خصوصیات و جزئیاتی که شاید بعضی از شیعیان سختشون باشه باور بکنن، بزرگان عامه روایت کردن، چون خدا خواسته این حادثه بماند. شما میبینید ممکن است یه بچه شیعی پیدا بشه بگه عجب، مگر میشود سر بریده بالای نی قرآن بخواند؟ نکنه این را علمای ما، محدثین ما، منبری های ما، مداحان ما جعل کرده باشن. این قضیه را ابن عساکر نقل میکنه. این که ریختن به چادرها و خیام اهل بیت و گوشواره ها را از گوش دختران اهل بیت کشیدند،
ممکن است شما بگید که عجب ما باورمون نمیاد که این همه قصاوت، این همه فلان. این رو ذهبی روایت میکنه. این که سر سید الشهدا رو بگذارن در تشت و خیزران و فلان و لبای مبارک سید الشهدا رو یک کسی پیدا بشه بگه من باورم نمیاد، این حافظ ابن الجوزی روایت کرده. میخوام عرض بکنم حتی بعضی از جزئیات سنگین این حادثه را بعضی از بزرگان مخالفین روایت کردن. بنابراین کسی هی تأمل نکنه، بنابراین کسی خیالات و توهمات نداشته باشه، کسی تشکیکاتی ایجاد نکنه در حادثه کربلا. اما در بحث سوم که این حادثه چه آثاری داشت و چی شد، با توجه به سببی که عرض کردم معلوم می شود که نتیجه چی بوده و سید الشهدا در این حرکتی که کردن و در این شهادتی که پیش آمد در کربلا با این همه حوادث و بعدم قضیه اسارت اهل بیت علیهم السلام که من 16 جلسه راجع به سید الشهدا در سابق صحبت کردم و کتابش چاپ شده به نام ناگفته های عاشورا، امروز عرض می کنم که اگر حادثه کربلا نبود و شهادت سید الشهدا نبود از دین خبری نبود، از تشیع که حقیقت دین است خبری نبود. اگر حادثه کربلا نبود، من به شما به صراحت عرض میکنم و از قول من نقل کنید که اگر حادثه کربلا نبود همه ماها پیرو سقیفه بودیم، همه ماها پیروان سقیفه بودیم. من به شما عرض میکنم اون نمازی که خونده میشد، اون حجی که رفته میشد، اون روزه‌ای که گرفته میشد در صدر اسلام و اونا انجام میدادن اون به ظاهر عبادت ها را، لا خبر اونجا ولا وحی نزل که ادامه حسبنا کتاب الله هست، ان الرجل لیهجر هست و امثال ذلک، برداشتن دین است از اصل و امامت و ولایت امیر المؤمنین اصل دینه. بنده مکرر عرض کردم و شما ها از من شنیدید که اگر از کسی امامت امیر المؤمنین را گرفتند کل دین را گرفتند و این برهانیه، برهان دارد تمام این عرایز بنده، یا برهان دارد یا سند معتبر دارد. و البته در این نتایج مثبتی که گرفته شد برای دین، برای تشیع و امامت اهل بیت علیهم السلام، چهار گروه شریک هستند در تاریخ، در طول تاریخ. اولا فقها، ثانیا شهدا، ثالثا شعرا و مداحا و منبری ها، رابعا پولدارها، ثروتمندان شیعه که اونا باز از حیث مالی و اقتصادی کمک کردن در موارد زیاد برای پیشرفت این مذهب به اموالشون. پس شهدا به خونشون، فقها به قلمشون، اغنیا و ثروتمندان شیعه به اموالشون، و شعرا و خطبا و این مداها به منابرشون. این چهار گروه در بقای این مذهب شریکن، در تحقق هدف سید الشهدا اینا شریکند. اینا اموری است که نمیتونیم منکر بشیم. بنده عرضم اینه که تضعیف جامعه مداحان جایز نیست، تضعیف حیات مذهبی جایز نیست، تضعیف خطبا و وعاظ جایز نیست. ما در تاریخ دو تا منبر داشتیم، یک منبر، منبر درس بود که به عربی میگن کرسی درس، یک منبر داشتیم که منبر خطابه بود، خطبه نماز جمعه و خطبه نماز عید و امثال ذلک. به برکت سید الشهدا سه منبر شده الان و منبر سید الشهدا ملک سید الشهدا است. باید اون چی که مربوط است به سید الشهدا گفته شود، اون چی که مربوط است به سید الشهدا باید گفته شود. این منبر مال سید الشهدا سلام الله علیه. مدعاها حق دارن، البته باید کنترل بشود گفتارهاشون. شعرا حق دارن، البته باید گفتگوهاشون و اشعارشون کنترل شود.
حیات مذهبی حق دارند که البته بایستی سلیقه‌ای عمل نکنند، بایستی تابع مراجع تقلیدشون باشند در کراسون، مراسم را مطابق فتاوای مراجع برگزار کنند. خطبا و وعاظ مگر می شود منکر شد؟ بایستی این سه جهت در مجالس و منابر و حیات مطرح شود. اولا سبب واقعی کربلا و شهادت سید شهدا چی بوده؟ ثانیا چگونگی این حادثه از نظر تاریخی؟ ثالثا آثار و برکات سید الشهدا و سیره اهل بیت این بوده. از روز اول مجالس عزا برگزار می کردند برای سید الشهدا عزاداری، و این همه تأکید، این همه تأکید تا رسید به اونجایی که نسبت به تربت سید الشهدا، تا رسید به اونجایی که نسبت به زیارت سید الشهدا، تا رسید به اونجایی که به خاطر سید الشهدا انسان صدقاتی داشته باشه، خیراتی داشته باشه در راه سید الشهدا. روایت دارد که اگر تسبیحتون از تربت سید الشهدا باشد چقدر اجر دارد. و عجیب اینه که من در روایتی دیدم که اگر انسان هم تو تسبیح به دست بگیره، فرض کنید که تسبیحات حضرت زهرا رو میخواد بگه، در عددش کم و زیاد شد، میگن عیبی نداره. شما این تسبیح سید الشهدا رو به دست بگیرید و واقعه کربلا باید بماند. ببینید دشمنان چگونه با این واقعه از روز اول برخورد میکنند، یا انکار میکنند، یا کتمان میکنند، یا تحریف میکنند، یا تشکیک میکنند، و تا به امروز حتی بعضی بچه شیعه را هم توانستن منحرف بکنند که احیانا چیزهایی گفته میشود و شنیده میشود. اینا همه خط بنی امیه است، فکر بنی امیه است، اینا فکر مؤسسین است که در زیارت عاشورا میخوانیم و مؤسسین را لعن میکنیم. مبادا ما ندانسته در خدمت اونها قرار بگیریم، و اگر دانسته که ولیعاذ بالله، خداوند متعال ما را موفق بدارد که این حقی که سید الشهدا بر ما دارند بتوانیم این حق را ادا کنیم و بتوانیم حفظ بکنیم اون چرا که وظیفه داریم در برابر سید الشهدا، و عمل بکنیم به وظایفمون که در واقع حفظ دین است و حفظ تشیع است. خداوند متعال همه اون کسانی را که یا به قلمشون یا به قدمشون و یا به ثروتشون و اموالشون و امثال ذلک برای سید الشهدا فعالیت میکنند، خداوند متعال فعالیت های اونها را در صحیفه اعمالشون ثبت کند و مورد شفاعت سید الشهدا قرار بگیرند در دنیا و آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.